جوان البرزی موفق به تألیف نخستین دائرة المعارف هنر در جامعه و رسانه های جهانی شد. نخستین کتاب دایرة المعارف هنر در جامعه و رسانه های جهانی توسط دکتر محمد حسین پورسایان از استان البرز تألیف شد. تربیت هنرمندان متعهد و متخصص و آشنایی آنان با قوانین علمی و عملی هنر از اهداف تألیف این دایرة المعارف. با عنوان گزارش پایانی، یک جوان اهل استان البرز نخستین دائرة المعارف هنر در جامعه و رسانه‌های جهانی را تألیف کرد. 4 سال کار و تلاش شبانه روزی لازم بود تا یکی از مهمترین منابع علمی هنر به وجود بیاد. الان هم که یادم میفته صفحه به صفحه که شما دارید میزنید، بعضی از صفحات شما یک ماه روش کار کردم. و حالا دکتر سایان موفق شده نخستین دائرة المعارف هنر در کشور رو به نگارش در بیاره، کتابی که حتی مشابه خارجی هم نداره. نه مشابه ایرانی، نه خارجی، نه رفرنس، نه منابع. این دائرة المعارف در 22 فصل و در موضوعاتی مانند رنگشناسی، جلوه های روانشناسی، بیوشیمی، ملل و نژادها نوشته شده. مثلا به من هندوستان گفت که ما این کتابتون رو می‌خوایم ترجمهش کنیم به زبان هندی در دانشگاه‌های خودمون تدریس شه. اما نه هندوستان و نه شبکه‌های غربی ضد ایرانی هم نتونستن این کتاب رو به نام خودشون ثبت کنن. شبکه من و تو و فارسیوان دعوتمون کردن، دوستاشم با فرهنگ خودمون، با آرمان‌های خودمون این کتاب نوشته شد. این کتاب میتونه جایگاه خوبی بین مردم و به خصوص هنرمندان داشته باشه. تونسته ارتباطش رو با خواننده برقرار کنه. میتونه برای دانشجویان رشته هنر برای ارتقای سطح کیفی اطلاعاتشون از نظر آموزشی، علمی و عملی بسیار تاثیرگذار و مفید. کتابی که حتی مشابه خارجی هم نداره. این کتاب منحصر به فرد است. چرا؟ پس از این همه تحصیلات در کشورهای آمریکا، سوئیس، آلمان، هلند همچین کتابی را شبیه شبان ندیدم. این دائرة المعارف